آمریکا و انگلیس یک برخورد بسیار تندی با شاه، یعنی تهدیدآمیز میکنن. من نامه ها رو همه رو ذکر کردم در اونجا. وقتی که خبردار میشن شاه یک هیئت محرمانه از مسکو به ایران آورده در 1959 و داره یه قرارداد میکنه میزنه، اصلا شگفت انگیز نامه ای که آیزنهاور مینویسه و تهدید میکنه، رسما شاه رو تهدید میکنه. انگلیس ها هم دنیس رایت رو میفرستن. من به تفصیل دخالت های دولت کندی رو در 3 سال اول دوران کندی در ایران آوردم، به تفصیل مذاکرات تالبوت کمیته رو که مسئول رسیدگی به سیاست کندی در ایران بود و میرن پای این که برن کودتا بکنن. حتی من با دو تا از افسرانی که اینا رفتن مذاکره کردن ببینن فضا آیا مناسب هست رو آوردم. تمام در حدی که دیکلاسیفاید شده مذاکراتی که با بختیار کردن، تیمور بختیار، مذاکراتی که بختیار با اونها کرد برای اینکه سعی کنه کودتا در ایران بکنه، اینها رو آوردم. دعواهاشون رو سر قدرت فائقه شدن در منطقه عرض کردم آوردم. دعواهاشون رو بر سر مسئله نفت آوردم. دعواهاشون رو بر سر قضیه اتم هم آوردم. دعواهای پشت پرده خیلی جالبی بوده و بعد نقششون رو در سقوط هم آوردن. اینا از اکتبر 78 تصمیم میگیرن شاه دیگه نمیتونه در ایران بمونه. از اکتبر 78 شروع میکنن مذاکره کردن با خمینی در پاریس و طرفدارانش در ایران. از اکتبر 78 سفارت آمریکا از طریق برخی از افسران عالی رتبه ایران شروع میکنه جلساتی تشکیل بده که افسران عالی رتبه رو دستشون رو بذاره تو دست آقای بهشتی و نهضت آزادی و جلساتی برای انتقال قدرت تشکیل میدن. پیشکسوت این ماجرا رئیس ساواک جدید اون زمان تیمسار مقدم بود. اینها به من شاید نمیتونم به قطع بگم هیچ کتابی تا به حال در مورد شاه نوشته نشده که در مورد گوادلوپ بر اساس اسناد خود گوادلوپ بگه، نه اینکه چی فکر میکنی اونجا اتفاق افتاده. من 1000 صفحه رفتم سند گوادلوپ رو در آوردم و اونجا نوشتم که چی گفتن، چی گفتن، کجا دروغ گفتن، مذاکره کردن ولی در جلسه چیز گفتن. سر قضیه نفت اینکه رفتن با عربستان سعودی ساختن علیه شاه رسما. در 73 دولت نیکسون به طور جدی بحث میشه در شورای امنیتشون که شاید باید شاه رو بندازه. کیسینجر و نیکسون مخالفت میکنن، میگن این سر نفت اذیت میکنه ولی معلوم نیست که اگه اینو بندازیم نفر بعدی بهتر از این باشه. اینها همه هست. آیا توطئه خارجی بود؟ به غایت زیاد. من به تفصیل نوشتم که اینا چه بلایی بر سر رضا شاه آوردن. تمام مسئله خروج جواهرات سلطنتی رو که به رضا شاه بستن، اینا رو میگم افواهیات نیست، اینا نامه هایی است که خانم لمتون می‌نویسه به وزارت امور خارجه. میگه شما بگید که رضا شاه جواهرات سلطنتی رو دزدیده. یه هیئتی در ایران تعیین می‌کنه. هیئت میره رسیدگی میکنه. گلشایان رئیس هیئت بوده. انگلیس ها شب قبل از اینکه گزارش علنی بشه خبردار میشن که اینا میخوان بگن که جواهراتی دزدی نشده. همون شب لمتون ایمیل تلگراف میفرسته به بی بی سی، میگه اینا فردا اینو میخوان بگن، شما اینو بگید، بگید گلشایان با اینا ساخته و بعد بگید این لیستی که اینا بر اساسش عمل کردن لیست ساختگیه، جواهرات عمده رو اینا قبل از اون برده بودن. یعنی در این حد جزئیات، در یه حد کلیات